در خدمت یکی دیگه از مهمانای برنامه یک فنجان قهوه هستیم. خیلی خوش اومدید. مرسی، متشکرم. خودتون رو معرفی می‌کنید؟ من شکوفه شفیعی هستم، من مشاور مالی ام و در واقع این افتخار داشتم که امسال توی فستیوال نوروز در کنار شما هستم. افتخار ما بوده. زنده باشید. خب از حال و هوای فستیوال واسه ما بیشتر می‌گین؟ حالا صدای موسیقی رو که می‌شنوین، بله. کلی روز همش همینجوریه، کلا دوستان کنار هم شادن و در واقع اوقات خوبی رو در کنار هم دیگه داریم و خوشحالم که اینجا هستم می‌تونم دوستان رو ببینم. بسیار عالی. کی شروع کردین؟ خدمت شما شاید که ما در واقع از هفته پیش از ویکند گذشته این مراسم رو شروع کردیم، اینجا در خدمت عزیزان هستیم و تا هفته آینده، تا یک شنبه آینده دوستان رو خواهیم داشت. برای کنسرت میمونین؟ یقیناً. بسیار عالی. یعنی موارد بسیار هیجان انگیزی که اینجا بهمون قول دادن کنسرت آقای فرشین امین هست که امیدواریم که بتونیم این اوقات خوبی رو کنار هم داشته باشیم. بسیار عالی. خب از کارتون واسه همون بگین. همونطور که خدمتتون عرض کردم، من مشاور مالی هستم. من کارهای مربوط به انواع بیمه ها و سرمایه گذاری ها رو انجام میدم. بیمه های عمر، بیمه های درمانی، بیمه های در واقع مربوط به مورگج و سرمایه گذاری های مثل حساب های آر ای اس پی، حساب های تحصیلی بچه ها هستن، حساب های آر ار اس پی، حساب های بازنشستگی هستن و حساب های محافظ مالی ها. خب یعنی شما اینجا اپلیکیشن رو پر میکنین اگر مشتری داشته باشین؟ این مسائل مقداری مسائل خصوصی تر افراد هستن، مسائل مالی ما اینجا اپلیکیشن رو پر نمی کنیم. ما در واقع یک صحبت های اولیه رو با افراد انجام میدیم و نیازمندی هاشون رو ازشون میپرسیم و بعد از اون در واقع باهاشون هماهنگ می کنیم که یک جلسه به صورت پرایوت و خصوصی تشکیل بشه باهاشون، اونا حضور داشته باشن، بتونیم به سوالاشون جواب بدیم و این جلسه های فاینانشیال پلنینگ و برنامه‌ریزی مالی کاملا رایگان و کانفیدنشیال هست. هدف در واقع این هستش که برند سان لایف پروموت بشه و دوستان از اطلاعاتی که لازم دارن به درستی استفاده بکنن. خب من یه سوالی دارم. ما یکی از مسائلی که همیشه داریم اینه که مشاورای ما خیلی گوش نمیدن ما چی میخوان. معمولا دوستان از سرویسی که دوست دارن خودشون به ما ارائه بدن. شما انصافا چیکار میکنید؟ من خیلی این جملتون رو دوست داشتم، خیلی دوستش داشتم، به خاطر اینکه من خودم همیشه وقتی میخوام کانورسیشن رو شروع بکنم با افراد ازشون میپرسم خب به من بگید که شما فکر میکنین چی لازم دارین، کانسرن اصلی که توی ذهن شما هست چیه، دلم میخواد بشنوم قبل از اینکه خودم شروع کنم به صحبت کردن. همونطور که بهتون گفتم، من با سان لایف کار میکنم و سان لایف بزرگترین شرکت فاینانشیال کانادا هست، بزرگترین شرکت بیمه کانادا هست، حتی گاورمنت کانادا، دانشگاه ها و مراکز دولتی با هم کار میکنن. به همین دلیل ما در واقع کامبینیشن بسیار بزرگ از پرادکت های مختلف داریم و دستمون باز هست که بعد از اینکه گوش کردیم به حرف افراد، بهشون بتونیم در واقع آفرهای مختلف رو جلوی روشون بذاریم که بتونن تصمیم بگیرن. خوشبختانه من اصلا این روی کرده ندارم که مجبورشون بکنم یه کاری بکنن، ترجیح میدم که یه خدمات خوب و درست رو بهشون ارائه بدم. من خودم حقیقتا همیشه با این مسئله دارم، میان جلو میان که شما بیمه کودکان نمیخواین، بعد من میگم که شما اصلا کجا میدین من کودک دارم یا نه، یا بیمه تحصیلی نمیخواین، من شما از کجا میدونین من الان دارم تحصیل میکنم یا نه، و بعدش هم باشون حالا صحبت میکنی و میگی شاید خیلی به حال دوست نداشته باشه، اما من خوشحالم که شما به مسئله دقت میکنید. خواهش میکنم، زنده باشین. به هر حال یک برنامه‌ریزی مالی درست باید بر اساس درستی چیده بشه و شما تا قبل از اینکه بدونین نیاز در واقع کلاینتتون چی هست اصلا نمیتونین لب باز کنین و صحبت کنین. درسته. چون هر فرد نیازمندی متفاوتی با فرد دیگه درسته. داره. ما اگر یادتون باشه هفته گذشته با اسپانسر فستیوال نوروزی برنامه داشتیم. نمیدونم اون برنامه رو اون شب شما دیدین یا نه. برنامه‌ای که با آقای احد صحبت می‌کردین در مورد فستیوال بله، نوروزی. محمودیان. بله من دیدم. درست، آقای محمودیان. بله. خب ایشون یه ادعاهایی کردن روز در مورد فستیوال نوروزی، صحبت‌هایی کردن. چقدرش درست بوده انصافا؟ الان میخوای من بر علیه آقای محمودی هستم. شما راحت باشین، دوربین یک فنجان قهوه صادقه، کاملا راحت باشین. من واقعا خوشحالم که اینجا هستم، با اینکه اولین بار هست که این فستیوال داره به این تعداد روز برگزار میشه. به نظرم واقعا تلاشی که دوستان کردن بسیار ارزشمنده و حقیقتا من کم و کاستی ندیدم. تعداد نفراتی که اینجا دارن فعالیت میکنن، چه برای بچه‌ها برنامه میذارن چه برای بزرگترها، واقعا قابل تقدیر و بسیار بیشتر از اون چیزی بوده که واقعا انتظارشو داشتم و خوشحالم که این اتفاق افتاده و برای اولین بار هست. امیدوارم که در سالهای آینده هم به همین زیبایی برگزار بشه. خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم. پیشنهاد
پیشنهاد دیگه بهتر از بهتر چی میخواین؟ یه عالی بود. دوست دارم که آقای محمودیان این برنامه رو واقعا ببینن که خستگیشون در بره. ایشالا. بله ایشون هم یقینا زحمت کشیدن. میدونم که برحال اسپانسر اصلی برنامه بودن و امیدوارم که در نهایت لبخند لبشون باشه بابت کاری که انجام دادن. خب یکم از این حال و هوا بیاییم بیرون. یه سوال شخصی. دیروز چهارشنبه سوری چه خبر؟ نارنجک زدین نزدین، ترقه زدین از آتیش پریدین نپریدین؟ آخه به من میاد نارنجک ترقه بمب حالا دیگه ما نمیدونیم دیگه، ما داریم میپرسیم. جای شما خالی. ما بعد از اینکه در واقع اینجا قرفه بودیم رفتیم میدون ملسمن و مراسم بسیار خوبی بود، هم آتش بازی بود، همین که در واقع شخصیت های سیاسی اونتاریو اومده بودن اونجا، ایرانی هایی که به هر حال دستی بر آتش دارند و به مقامات بالایی رسیدن اونجا حضور داشتن در کنار دوستان. مراسم بسیار خوبی بود، موزیک، آتش بازی و کلا چهارشنبه سوری به یاد موندنی بود. خیلی خوش گذشت. آره خیلی بسیار عالی. برنامه عید، برنامه عید که ان شاء الله دور هم جمع میشیم با خانواده ها و دور سفره هفت سین، سعی می‌کنیم که گذشته رو که داشتیم در سال 1394 اتفاقات خوب و بد همه رو بسپاریم به دست خداوند و سال 95 رو به زیبایی شروع بکنیم با آرزوهای خوب برای هم دیگه. بسیار عالی. خب کلام آخر؟ کلام آخر دوست دارم بگم که همیشه دلتون رو صاف بکنیم. ما ایرانی‌ها عادت داریم که خونه تکونی می‌کنیم آخر سال، ولی مهمتر از خونه تکونی دل تکونیه. یه چیزایی پیش میاد نمیدونیم که چیان، نباید قضاوت کنیم در موردشون. اگر از کسی دلخوری دارین، ناراحتید، ببخشیدشون. همیشه با لبخند شروع بکنید سال جدید رو. مطمئن باشین لبخند شما اثرات خودش رو خواهد داشت. خیلی لذت بردیم، خیلی خوش اومدیم به برنامه ما. سلامت باشین. خوشحالم که دیدم. سلامت باشین. ممنون. بریم یه موزیک ببینیم برمیگردیم.